سرخط اخبار موساد رشته های سپاه را پنبه کرد طویله مجلس پشت چوپان دروغگو درآمد سپاه و وزارت اطلاعات ورود کنند ما انقلابی هستیم به آوای ایران خوش آمدید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما بر شما همراهان گرامی کانال خبری آوای ایران موساد رشته های سپاه را پنبه کرد منابع خبری در اسرائیل تایید کردند که نیروی قدس سپاه پاسداران شاخه برون مرزی سپاه قصد داشته با بکارگیری قاچاقچیان مواد مخدر یک خبرنگار ایرانی در فرانسه یک ژنرال آمریکایی در آلمان و یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول را به قتل برساند این خبر را برای اولین بار سایت ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی منتشر کرد. در پی انتشار این خبر سازمان اطلاعات اسرائیل موساد تایید کرد که طرح قتل یک شهروند اسرائیلی در ترکیه را شناسایی و خنسا کرده است سایت خبری آی 24 تایمز اسرائیل و همچنین سایت عبری والا نیز با تایید این خبر به نقل از منابع دیپلماتیک فرانسه و یک ژنرال ارتش آمریکا نوشتند که یک عضو واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران که همکنون در یک کشور اروپایی در بازداشت است اعتراف کرده است که این نیرو قصد داشته یک کارمند کنسولگری اسرائیل در ترکیه، یک مقام ارشد نظامی آمریکا در آلمان و یک خبرنگار ایرانی در فرانسه را به وسیله قاچاقچیان مواد مخدر به قتل برساند. عضو بازداشت شده ی نیروی قدس سپاه پاسداران در اعترافات خود تصریح کرده است که برای تدارک این سه قتل 150 هزار دلار دریافت کرده بود و قصد داشته که از قاچاقچیان مواد مخدر برای این معموریت استفاده کند. قتل یک ژنرال ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه نگار در فرانسه نیز از دیگر بخش‌های این معموریت سگانه ی ترور در اروپا بوده است و قرار بود پس از انجام ترورها یک میلیون دلار دیگر نیز دریافت کند. واحد 840 سپاه پاسداران وظیفه قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور و حمله اهداف کشورهای غربی را بر عهده دارد در سال 1399 منابع آگاه در ترکیه فاش ساختند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از یک قاچاقچی بین المللی مواد مخدر به نام ناجی شریفی زیندشتی برای های مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه استفاده می کند. شبکه ی قاچاق ناجی شریفی زیندشتی متهم است که در قتل سعید کریمیان مدیر موسسه تلویزیونی جم تیوی دست داشته و در سال 1399 حبیب سیود فعال عرب ایرانی را در ترکیه رو بوده و به دستگاه های امنیتی ایران تحویل داده است. ارتش اسرائیل پیشتر در آبان ماه 1399 از موجودیت یگان مصوم به واحد 840 در نیروی قدس سف پای پاسداران پرده برداشته بود گفته می شود که این یگان با هدف از میان برداشتن مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف غربی مسئول برنامه ریزی و آماده سازی زیر ترور در خارج از ایران است این نخستین بار نیست که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق قاچاقچیان مواد مخدر و باندهای تبهکار برای انجام معمولیت های ترور در خارج کشور بهره می گیرند. ناجی زیندشتی یکی از معروفترین قاچاقچیان مواد مخدر در این زمین است. او با استفاده از گروهش اقدام به ترور سعید کریمیان مدیر شبکه جم در منطقه سریر استانبول، ترور مسعود مولوی ادمین کانال تلگرامی افشاگر سیاه و همچنین رو بودن حبیب به سابق گروه گروه جنبش انزال در ترکیه کرده بود تا کنون 13 نفر از اعضای باند زین دشتی در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شدند که برخی از آنان علاوه بر فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر در ترورهای جمهوری اسلامی در ترکیه و همچنین دزدیدن حبیب سیود از رهبران گروه الاحوازیه دست داشتند نام پسردایی ناجی زیندشتی نیز در ترور قاضی منصوری قاضی ایرانی محکوم به فسادی که با مرگ مشکوکی در رومانی به قتل رسید نیز مطرح شد. حسین کریمی ریکابادی بر اساس شنیده ها پیش از این در اروپا به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بود البته کریمی با انتشار ویدیویی این اتهامات را تکذیب کرد در پرونده قتل محمد رضا کلاهی در هلند که سال 97 انجام شد دادستان هلند اعلام کرد که ترور توسط یک گروه تبهکار هلندی مراکشی انجام شده است و فرد 28 ساله یکی از 600 خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سر دسته یک باند خلافکار به شمار می آید. پیش از این در سال 90 نیز ایالات متحده نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که دو ایرانی به نامهای منصور ارباب سیار و غلام شکوری را معمور کرده بود که از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکسیکی عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند رسانه های ترکیه نیز در سال 1399 همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قتل مسعود مولوی در استانبول از بازداشت اعضای یک شبکه 11 نفره خبر دادند که اقدام به روبودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می کرده و توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می شده است. گزارش های منتشر شده حاکیست که ناجی شریفی زیندشتی قاچاقچی بین المللی و از متهمان اصلی این پرونده با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. به گزارش تلویزیون تی آر تی ترکیه این شبکه 11 نفره در آخرین اقدام خود حبیب اسیود رهبر پیشین حرکت انزال را به ترکیه کشانده و پس از روبودنش او را به ایران منتقل کرده بود. حدود سه هفته پیش نیز تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر می شد که نشان می داد ناجی شریف زیندشتی در ایران زندگی می کند و مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی از فعالیت های او که در مؤسسه نیکوکاری ستاره زیندشت انجام شد قدردانی کرده است. طویله مجلس پشت چوپان دروغگو درآمد سپاه و وزارت اطلاعات ورود کنند ما انقلابی هستیم. 233 نفر از نمایندگان مجلس امروز شنبه در بیانیه ضمن حمایت تمام ایار از محمد باقر غالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواستند که طراحان و مجریان پروژه های تخریب او را شناسایی کنند و با آنها برخورد لازم صورت گیرد سید محسن دهنوی در صحن علنی مجلس این بیانیه را قرائت کرد نمایندگان در این بیانیه انتقادات به مجلس و رئیسان را از سوی دشمنان خارجی متحجران داخلی و غرب زدگان دانستند و خطاب رهبر جمهوری اسلامی نوشتند گویی حمایت رهبر بزرگوار انقلاب و تلاش شبان روزی نمایندگان موجب شده است که دشمن خارجی و غرب زدگان و متحجران داخلی تمام همت خود را بر تخریب این مجلس بگذارند تا کمکاری دولت و مجلس گذشته از جانب مردم فراموش شود و مانع امیدواری مردم گردد. این بیانیه ی وقیحانه پس از آن منتشر شد که محمد باقر غالیباف امروز پیش از برگزاری جلسه علنی مجلس و دو هفته بعد از افشاگری صورت گرفته در مورد سفر خانوادهش به ترکیه سرانجام به ماجرای موسوم به سیسمونیگیت واکنش نشان داد و در جلسه غیر علنی با برخی نمایندگان این اقدام را پروژه تخریب سیاسی خود و تخریب مجلس انقلابی خواند در این بیانیه که نمایندگان در بند اول آن به تشکر از علی خامنه ای پرداخته بودند انتقادات به مجلس را علت انقلابی خواندن مجلس از زبان او دانستند و نوشتند مجلس یازدهم در طول دو سال گذشته بیش از پیش بینی ها مورد حجم و تخریب دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی بوده است و هر روز به بهانه مورد حمله قرار گرفته است خادمان ملت سعی نمودند که در طول دو سال گذشته کارهای مهمی به انجام برسانند که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون صدور مجوز کسب و کار از مهمترین اقدامات آنان به شمار می نمایندگان امضا کننده این بیانیه وقیحانه معتقدند از هر سو با تخریب‌های های ناجوان مواجه شدند که هدفی جز کم شدن اعتماد ملت به نظام ندارند و با اشاره به ماجرای معروف به سیسمونیه تقالی باف نوشتند در این دو سال گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی طرح یا قانون و در تازه ترین آنها نیز به صورت هدفمند تخریب ریاست محترم مجلس هدف قرار گرفته است و در بسیاری اوقات کلیت مجلس مورد حجم قرار گرفته است که شاید در طول چهل سال گذشته این حجم از تخریب و حمله بیسابقه بوده باشد. در انتهای این بیانیه هم نمایندگان خواهان برخورد با افشاگران سفر خانواده قالیباف به استانبول ترکیه شدند و خطاب به نهادهای اطلاعاتی گفتند ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همین روز ضمن تشکر از همه دستندر کاران به ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه های تخریب را شناسایی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد کازم موسوی نماینده اردبیل در نطخی میان دستور پس از قرائت این بیانیه گفت معصوم نیستیم ول کنید این نماینده گفت دشمن میخواهد نیروهای انقلابی را از دست ما بگیرد آنها میخواهند نیروهای ما را تخریب یا تقبیح کنند مراقب باشید شهید سلیمانی ها همت ها باکری ها زین الدین ها را از ما گرفتند بدانید که باید از نیروهای انقلابی دفاع کنیم این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از آن با انقلابی خواندن قالیباف گفت ما برای استمرار و ادامه ریاست مجلس رئیس مجلس انقلابی می خواهیم نه انحرافی دکتر محمد باقر قالیباف انقلابی است او یادگار هشت سال جنگ تحمیلی است مراقب رسد دشمن باشید رهبری فرمودند که کاری نکنید جدول دشمن را به نفع دشمن پر کنیم دشمن شناس باشیم موسوی در ادامه حمایتش از غالیباف گفت این انقلاب صاحب دارد این نظام شهدا امام و رهبری و البته ملت بزرگی دارد همه در زندگی خود اشتباهاتی دارند ما معصوم نیستیم ول کنید این بسات را در کشور جمع کنید ما رهبر داریم همه چیز داریم رهبری به ما راهکار داده است